برای من کامنت گذاشته، پیغام دایرکت که آقای صمدپور من دچار مشکلات شدید شدم، آبروم رفته. زندگی بدون شبکه‌های اجتماعی. پدرمو میرم میبینمش. گفت مثلا شما پدرتون اون موقع که فضای مجازی داشتید از طریق فضای مجازی باهاش در ارتباط بودید یا میرفتید میدیدیدشون؟ من به همین شکل گفتم پدرمو میرم میبینم و این پدرم میرم میبینم اومد تو اونجا قرار گرفت و برای شنونده و بیننده این بهش القا شد که من دارم میگم که تا حالا نمیرفتم ببینم پدرم. حالا که تلگرام قطع شده من دارم پدرمو میرم میبینم. مردم 4 روزیه که از پیام رسان تلگرام فاصله گرفتن. با خیلی اقوام دور نزدیکتر شدیم. حتی اون دوست عزیزمون که داره میگه که این فضای مجازی باعث شده که ما کسایی که دور بودن بهشون نزدیک بشیم، این داشت محسنات فضای مجازی رو میگفت نه معایب فضای مجازی. این نقشه رو برای من بفرست، این نقشه رو برای من نفرست، من کارم پارچه است. اینو برای من بفرست، اینو برای اون داشت، اونم همینطور. اونا داشت دفاع میکرد، اونم داشت دفاع میکرد که من کارم جوری شده که راحت ترم به جای اینکه مثلا نمونه رو بخوام در فرض حالا از طریق پست یا از طریق هر چیزی که به دست مشتریم برسه با یه عکس این مثلا تصویر پارچه‌ام رو برای مشتریم دارم میفرستم. یعنی به ادعای شما که اونجا بودی، من که نبودم حرفی بزنم، به ادعای شما که اونجا حضور داشتی همه کسایی که اونجا بودن داشتن دفاع میکردن فضای مجازی، همه مخالف فیلترینگ بودن. دقیقا همه داشتن موافق این بودن که فضای مجازی فیلتر نشه و داشتن اینو میگفتن که ما داریم از این راه داریم امرار معاش میکنیم. پارچه فروش شما. حالا این روزها چشم‌ها کمتر به صفحه تلفن همراست، اما زندگی داره به خوبی به جریان واقعی خودش ادامه میده. از اون روز تا حالا واقعا بعضی جاها نمیتونستم برم، یعنی ببخشید میگم، خیلی جاها میرفتم میگفتن بابا تو دیدی؟ بابا تو تا حالا نمیرفتی سر بزنی؟ خب خوب شد، یعنی الان تلگرام الان میتونی پدرتو بری ببین. جا داره که الان صدا سیما بیاد دلجویی بکنه از این دو سه تا عزیز، واقعا دچار مشکل شدم. خب حالا همه این حرفا به کنار، خواهش میکنم حداقل به خاطر این مردمی که داشتن روزیشون در میومد بیان این فیلترینگ رو متوقف کنن. خوشحالم از اونجایی که پیش کسی اومدم که خیالم راحته و صادقانه میدونم که حرفام عینش مو به مو انشالله.